یه تصنیف معروفی که هممون میشناسیم مثل موقع سحر. ببینیم فرقش با آواز چیه. مثلا مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر. یک موضوعی در این تصنیف وجود داره، تقید من به ریتم. یعنی در خوندن یه تصنیف، البته تصنیف ها ریتم های مختلفی میتونن داشته باشن همونطور که دارن در تمام موسیقی ملل ها، تقید من به ریتم در تصنیف خیلی مهمه. حالا اگه این نباشه ببینید چه اتفاقی میفته. مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا، یه چیزی نمیخونه این دوتا با هم. یعنی هماهنگی بین این دو تعیین میکنه شخصیت ریتمیک قطعه ما رو. حالا در آواز، در آواز ما پدیده به نام به این شکل، به این شدت در ریتم به عنوان ریتم نداریم، که حالا میتونیم بعدا بهش بپردازیم که موضوع وزن داریم. یعنی آواز وزن داره. یا آوازی میخونم ها ها هی ها ها ها. ببینید قرار نیست من مقید باشم به چیزی مثل پاندول. یعنی یه جا میتونم یه نوتو بیشتر بکشم، یه جا میتونم سکوتمو بیشتر کنم، سکوتمو کمتر کنم. در این قضیه من آزادم و به همین دلیله که آواز نقش بسیار بسیار مهمی رو در موسیقی ایرانی بازی میکنه. یه مثال میزنم، یه شعری که همون میشناسیم، توانا بود هر که دانا بود. من این رو به صورت آواز میتونم هر جور که دلم بخواد بخونم. توانا بود هر که دانا بود، یا توانا بود هر که دانا بود. بار اول من اومدم تاکید رو انداختم روی کلمه دانا، بار دوم روی توانا. سکوت رو میتونم آزادتر کنم یا اینکه بیشتر کنم. حالا من میتونم یک تصنیف رو هم، تصنیفی مثل مرغ سحر رو هم به صورت آوازی بخونم. مثلا مرغ سحر ناله سر کن، ریتم وجود نداره، ملودی همونه، شعر همونه، فقط من از این تقید میام کنار. پس فهم و در واقع تمیز دادن این دوتا مسئله خیلی ما رو راحت تر میکنه که در مورد موسیقی ایرانی بریم جلو. آواز و تصنیف. سحر ناله سر کن، ز من نگارم حبیبم خبر ندارد. میبینید با این فضاها جور در میاد. در این حالتی که ما اسمشو میذاریم ماهور، این دستگاهی که ما اسمشو میذاریم ماهور، جور در میاد. شب چه شبی است شب مراد است امشب، همه ما این تصنیف ها رو شنیدیم. لای 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 درام درام دام، کار استاد کسایی. یا آهای مردم خبر دارم خبر. لای 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 لای. پس ما با در کنار هم قرار دادن نوت‌های مشخص که اسمشو میذاریم چهارگاه، یک شخصیت‌های موسیقایی ارائه میکنیم.